با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویدیو قصد داریم به ماجرای ازدواج فرزندان دو گندلات تهران بپردازیم. بنابراین اگر عضو کانال یوتیوب دلتا مدیا نیستید، لطفاً از همین قسمت روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. امین آقا فرزانه متولد 19 خرداد 1339 در تهرانه. نام اصلی امین فرزانه تقی دیزج می باشد. در قدیم از گندلات ها و اشرار صاحب نام بوده، اما حالا توبه کرده و در کارهای خیر و حمایت از خانواده های بی‌بضاعت فعالیت داره. امین آقا فرزانه متولد تهرانه، اما در محله حصیرآباد تهران به دنیا اومده و تا 6 سالگی اونجا زندگی میکرده، اما بعدها به محله 13 آبان شهر ری رفته. دو برادر به نام محمد و حسین داره. از همون دوران کودکی شرور بود. از کلاس اول دبیرستان 2 سال رد شد و اولین بار به جرم چاقو کشی در مقطع راهنمایی دستگیر و به زندان کانون نوجوانان افتاد. تقریبا 12 سال از عمر خودش رو در زندان سپری کرده و به خاطر اینکه در دعواها به صورت و کله حریف با سر ضربه میزد به امین کله معروف شد. امین آقا فرزانه در جوانی دونده دو میدانی بود که حتی به رده های ملی و کسب مدال طلا هم رسید. مدتی نیز در آموزشگاه های ورزشی فوتبال رو به صورت حرفه‌ای بازی می کرده. در سال 71 بعد از آخرین دوره های زندان با خواهر یکی از دوستانش در عین مخالفت شدید پدر خانومش ازدواج کرد و حالا 3 دختر و چندین نوه داره. بدن امین آقا فرزانه پر از بریدگی ناشی از دعوا و چاقو کشیه که تعداد آن بالای 400 بریدگیه. علاوه بر بریدگی، انواع خالکوبی بدن او قابل توجهه، تا جایی که پشت لبها داخل دهانش نیز خالکوبی شده. پس از سالها با لقب امین کیه تصمیم گرفت توبه کنه. حالا به خاطر دست به گیر بودنش به او لقب آقا دادن. او در تهیه جهیزیه برای دختران دمبخت، دستگیری از افراد بی‌بضاعت و گل ریزان برای آزادی زندانیان و حمایت از بیماران صعب العلاج شهرت خاص و عام دارد. چهره او الان بیشتر یک سلبریتیه و شبکه‌های اجتماعی منتسب به او هر کدام بالای 200,000 نفر فالوور دارند. شاید باور کردنی نباشه، اما امین آقا فرزانه با زور و گندلاتی تونست از معلمان نمره بگیره و حالا آخرین مدرک تحصیلیش داشتن دیپلمه. زندگی امین آقا فرزانه و همسرش سوژه برنامه ماه عسل شده بود. او در رمضان سال 94 مهمان برنامه ماه عسل احسان علی خانی بوده. امین آقا فرزانه حال حجدار میدون میوه تره‌بار به نام لوتی هاست. چند مغازه سوپرمارکت از پدرش به ارث برده و حالا بیشتر وقتش رو برای باز کردن گره مشکلات مردم میذاره. حشمت ذوالفقار هم یکی دیگه از گندلات های به نام و معروف منطقه یافت‌آباد تهرانه. حشمت ذوالفقار رابطه دوستی صمیمانه‌ای با امین آقا فرزانه داره و میگه داداش خوندم امین آقا فرزانه، استاد خودم امین آقا فرزانه است. و حالا امشب شاهد مراسم ازدواج فرزندان این دو گندلات معروف تهران هستیم. امشب مراسم ازدواج دختر امین آقا فرزانه با پسر حشمت ذوالفقار هستش که ما گوشه ای از عکسای تازه‌ای که دقایق قبل از مراسم ازدواج این دو عزیز به دست ما رسیده رو براتون در این ویدیو نشون میدیم که در این ویدیو اصلا کرونا رو فراموش کردن و تمام گندلات ها و لات های تهران رو دعوت کردن و حسابی بزن و بکوبی بپا کردن و همشون در حال رقص کردی هستن. در یکی از عکس ها ما آقا داماد رو میبینیم در کنار پدر خانومش و پدرش. پدر خانومش آقای امین آقا فرزانه هستن و پدرشونم حشمت ذوالفقار. ما هم براشون آرزوی خوشبختی و موفقیت اما همراه با سلامتی داریم و پیشنهاد میکنیم که دیگر عزیزان مراسم ازدواجشون رو به بعد از کرونا منتقل کنند.
امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً این ویدیو رو در فیسبوک و همینطور در سایت‌های مختلف به اشتراک بذارید و کانال ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. لطفاً نظرتون رو در مورد این ویدیو برامون در کامنت ها بگید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. با تشکر از همراهی همیشگیتون.